وزیر پادشاهی ظلم میکرد مردم رو میکشت، دونه دونه مردم از سیستم استانلاوسکی میخواستن خارج شن، میخواستن تبدیل شن به رشت. یواشاش داشت تظاهرات را میافتاد. خیلی مون چیکار کنه؟ وزیر، یه وزیر خیلی باهوشی داشت که زیر مجموعه اینها پولدارا با احمقا حال میکنن، باهوشا زیر مجموعه احمقا کار میکنن. یعنی چند تا باهوش میتونن زیر جنتی، جنتی گاوه، این باهوشا بهش خط میدن، برو اینه بگو، برو این حرف را بزن به خاطر پول. به پادشاه گفت یه راه بیشتر نداره. گفت چیه؟ گفت دستور بفرمایید که هر کس گوزداد میگیریمش. چیکارش کنیم؟ میکشیمش. پادشاه گفت مسخره میکنه، همش گوزداد، ما اصلا میخوام داریم این راجع به تغییر رژیم، نمیخوام رژیم عوض کنم آجی، این همه اتفاقات افتاده، مردم قیام کردن. گفت شما دستور منو گوش بدید، من نجاتتون میدم. بعدم اومدن شهر جار زدن، هر کسی از امشب بگوزه جرمه، $1,000 جریمه یا زندان، مثل حجاب میبرمش تو زندان. چرا موهات بیرونه؟ یارو رد میشه میگه بو نمیه قربان، میگرفتنش. بعد رو کرد به پادشاه گفت لطفاً نخود وارد کنید. گفت نخود؟ گفت 20 تن نخود وارد کنید بدید دست این بچه ها. حسن نخود، حسن شروع کرد مغازه نخود فروشی، قاسم نخود فروشی، 20 هم خودش انتخاب کرد. یعنی پس چیکار کرد؟ پس یک، گفت هر کی که از خودش باد در کنه بگیریم، دو، نخودا رو بده دست دوستامون، داد به دختر خالش، به وزیر فلانجا، به شورای وسط نظام. نگه دیگه بارد شکر وارد میکنن، انحصاریش کرد، فروش نخود است انحصاری کرد. بعد شایعه کرد، گفت مردم ما باید مبارزه کنیم، میگه هر کی باد بده، هر کی میکنه نتیفاش بده، این شوخی ها، باد بده میگیریمش. مردم شروع کردن نخود خریدن، براش هم نخود خریدن. گفتن حالا که اینطور یه بار رژیم مبارزه میکنیم، نخود میرفتن میخریدن از چی؟ از حکومت. میرفتن تو خونه، پس هم پول میدادن، هم میرفتن تو خونه، نخود که زیاد میخوردن هی خوشون باد در میکردن و زنش دست میزد. اینه میگن مسیح علی نژاد، اینه میگن شنبول طلای فلان. آخر اینترنشنال